از کسانی که به حقیقت زندگی کردن به پاکی و تقوا و قداست و علم و فضیلت و آثار علمیشون هم در مسائل اعتقادی مهم و هم در مسائل اخلاقی بسیار ارزنده و آثار کتبی مکتوبشون چاپ شده و چاپ نشده از ارزش والایی برخوردار و عمری را به پاکی و درستی گذراندن و موفق در امر تدریس و موفق در امر تألیف و موفق در امر خطابه و صحبت و وعظ و موعظه خلق در همه این قسمت ها موفق بودن، از دستمون رفتن، مرحوم مغفور، مرحوم حجت الاسلام و المسلمین، مرحوم آرش باقر علم الهدا رضوان الله تعالی علیه و فوتشون به همه تسلیت عرض می شود. دیشب عزیزی که از دنیا رفتن، مرحوم آقای حاشق باقر علم الهدا که یقیناً مجتهد بود، این بزرگوار آقای علم الهدا که در زمانی که کامپیوتر نبود ایشون 40,000 حداقل حدیث رو یک به یک در پیشهاش یادداشت کرده، مسلم مجتهد بود. چند شب قبل در بیمارستان تهران حالشون وخیم بوده، چشمها بسته، لوله‌ها تو بینی و تو حلقوم، دکتر رفته بود بالا سر ایشون برای اینکه تشخیص بده که آقا به هوشن یا نه. گفته بود آقای علم الهدا، من پزشک شما هستم، فلانی هستم، در خدمتتون هستی. شون چشمشون رو باز کرده بودن، خب توی دهان و بینی اینا پر و لوله، اشاره کرده بودن کاغذ بیارید و قلم، کاغذ و قلم آورده بودن. شون نوشته بود که من در مدت نوکریم و سربازیم سعی کردم کمکاری نکنم، تا جایی که جون داشتم کار کردم. الان که در این وضعیت هستم، من الان در عرض این چند روزی که تو این بیمارستان هستم و در این وضعیت نیمه بیهوشی، راجع به مظلومیت امیرالمؤمنین فکر میکنم. کاغذ و قلم بیارید که تا نمردم چیزهایی که به ذهنم آمده بنویسم. امروز مشهد مقدس در عزای عالم عالی قدر حضرت آیت الله حاج شیخ محمد باقر علم الهدا سرپا سوگوار است. ایشان در مدت حیات خود شاگردان بسیار زیادی را تربیت و به جامعه تشیع تقدیم کردند و همچنین تألیفات بسیار زیادی را از خود به جای گذاشتند. از خداوند منان علو و درجات را برای ایشان خواست داریم. چند لحظه میخواستم در مورد این شخصیت که امروز داره تشریح میشه برای ما توضیح بدین لطفا. مقید به تقوا و رعایت جهات شرعی و مقید به تبلیغ و ترویج و بعد هم فردی بودن فاضل، عالم، مدرس، مدرس حوزه علمیه بودن. علی حال فقدان ایشون مصیبتی است برای حوزه و مؤمنین و محبین امیر مومنین علیه السلام. خدا انشاءالله روح ایشون رو شاد کنه و همه ما را با اهل بیت علیه السلام محشور کنه. مفسر قرآن و کلمات اهل بیت بودن و فرد موفقی بود که الحمدلله
بازم در راه خداوند متعال عمرشون صرف کرد و در راه بندگی خدا بودن. آخر امرم که در ماه مبارک رمضان که ماه خداست به رحمت الهی واصل شدن، خدا انشاءالله بر درجاتشون بیفزاید و همه ماها رو در مسیر اولیاش انشاءالله ثابت قدم نگه بداره. دیگه یک گنجی بود در مشهد که از دستمون رفت، بیشتر نمیتونم الان صحبت کنم. واقعش من حالم مساعد نیست که چیزی ذهنمو جمع کنم بگم. میخوام فقط نتیجه با فرمایش آقایی که داشت برفت بگم، نتیجه نوکری امام حسین. فرمود لم امرزه قتیلا لا ولا کان مریضا. حسین من صبح عاشورا صحیح و سالم بود. او می برید و من می بریدم. حسین با حسین با حسین حسین با حسین با حسین بخونم. من باور کنم نمیشه، اصلا به این نیت از خونه اومدم بیرون که هر چی خوندم هدیه بشه به روی مرحوم علم الهدا. اما این یه بند واقعا با مخصوص براش خون. ز کودکی دلم شده اسیر و مبتلا Yeah.